با پس این لحظه های سال 2016 با رویدادی همراه بودن که گرچه اهمیت بسیار داشت از چشم همگان دور ماند. این رویداد این بود که آخرین دقیقه آخرین ساعت سال 2016 به جای 60 ثانیه 61 ثانیه داشت. امروز میخواهم درباره ثانیه اندرهلی یا کبیسه سخن بگویم. بنابر آنچه گفتم همه ساعت‌های اصلی جهان یک ثانیه به عقب کشیده شدند. طول این ثانیه را نمیتوان احساس کرد، ولی نپرداختن به آن میتواند بسیار زیانبار باشد. بسیاری از پیشرفت‌های تکنولوژیک امروز به زمان پرسون دقیق بستگی دارند. برای نمونه دستگاه‌های حساس پزشکی، جی پی اس، ریاکتورهای هسته‌ای، آزمایش‌های سنکرونیزه فیزیکی، ارتباطات ماهواره‌ای و دیگرها. یک ثانیه اشتباه در جی پی اس اشتباهی چند صد متری در تعیین جا دارد که می‌تواند پیامدهای مرگبار برای پرواز هواپیماها در فرودگاه‌های پر رفت و آمد داشته باشد. داتارگان یا اتوریته‌ای که درباره افزودن چنین ثانیه‌ای به سال تصمیم می‌گیرد، بخشی از سرویس جهانی نپاهش و اندازه‌گیری چرخش زمین است که در نپاهشگاه یا رصدخانه پاریس جای دارد. تا چند سده پیش، یعنی پیش از پیشرفت‌های صنعتی و علمی، انسان به پرسونش دقت چندانی در تعیین زمان نیاز نداشت. نخستین ساعت‌های مکانیکی که در سده 13 ساخته شدند، نه ثانیه را نشان می‌دادند نه دقیقه را، فقط زنگ می‌زدند. واژه کلاک در انگلیسی از فرانسه کهن کلوک می‌آید به معنای زنگ، در فرانسه امروزی کلوش. ساعت‌ها بعدها بهتر شدند، ولی 15 دقیقه در روز عقب و جلو می‌رفتند و ثانیه را نشان نمی‌دادند. نخستین ساعتی که ثانیه را نشان می‌داد در نیمه دوم سده 16 ساخته شد. حتی در سده 16 اخترشناسان نمی‌توانستند زمان را با پرسونشی بیش از چند دقیقه اندازه بگیرند. اخترشناس دانمارکی توگو برایه در سال 1581 ساعت‌های نپاهشگاه خود را بازسازی کرد تا ثانیه را نشان دهند. ولی حتی 6 سال بعد هم 4 ساعتی که در اختیار داشت چند ثانیه عقب و جلو می‌رفتند و او نمی‌توانست آنها را همگام کند. نزدیک به 100 سال دیگر لازم بود، یعنی در پایان سده 17 تا انسان بتواند ساعتی بسازد که ثانیه را به طور مطمئن نشان دهد. در سال 1832 فیزیکدان و ریاضیدان آلمانی کارل فریدریش گاوس پیشنهاد کرد که ثانیه یکی از واحدهای راژمان کمیت‌های فیزیکی شود. پیش از آن که به تعریف ثانیه برسم، بگویم که یکی از نشانه‌های پیشرفت انسان بیشتر شدن توان او در اندازه‌گیری است، به ویژه اندازه‌گیری پدیده‌های فیزیکی. و زمان نه تنها یکی از متغیرهای بنیادین فیزیکی است، بلکه جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد. 300 سال پیش انسان به سختی می‌توانست ثانیه را اندازه بگیرد. همکنون توانسته ساعت‌های اتمی بسازد که هر 15 میلیارد سال یک ثانیه اشتباه می‌کنند. از آنجا که این گفتار در زمینه دانش، اندیشه، زبان است، این را هم بیافزایم که هرچه انسان بیشتر پیشرفت کند، توانایی زبانی که او بیشتر می‌شود و با واژه‌های پرسون‌تر می‌اندیشد. پیشرفت اندیشگی بیداشتن زبان پرسون ناشدنی است. به ثانیه بازگردیم. گفتم که زندگی پیشرفته تکنولوژی ما همکنون به کسرهای کوچکی از ثانیه وابسته است. اما ثانیه یعنی چه؟ با اینکه تقسیم شبانه روز به 24 ساعت به گذشته‌های بسیار دور
به مصریان و سومریان و بابلیان برمیگردد، واحد زمان تا صدی 19 هم تعریف پرسونی نداشت. مصریان روز را به 12 ساعت بخش میکردند، ولی طول ساعتها همیشه یکسان نبود. ساعت زمستانی کوتاهتر از ساعت تابستانی بود. در پایان صدی 19 هم اخترشناسان دو گونه روز خورشیدی تعریف کردند. در اینجا مقصود از روز شبانه روز است. روز خورشیدی ظاهری یا واقعی و روز خورشیدی میانگین. درازای روز خورشیدی میانگین را بنابر قرارداد 24 ساعت گرفتند که می شود 86400 ثانیه. و در حوالی سال 1940 ثانیه را چنین تعریف کردند: کسری از روز که عبارت است از عدد 1 تقسیم بر 86400. مسئله این است که طول روز خورشیدی میانگین یکسان نیست. هرچه زمان می‌گذرد درازتر می‌شود. از آنجا که شبانه روز زاییده چرخش کره زمین به گرد آسه یا محورش است، درازتر شدن شبانه روز پیامد کاهش سرعت چرخش زمین است. اخترشناسان به این نکته از مطالعه گرفت‌ها، خورشید گرفتگی‌ها و ماه گرفتگی‌هایی که هزاران سال پیش روی داده‌اند و در نوشته‌های تاریخی بابلی، چینی و یونانی آمده‌اند پی بردند. اگر سرعت چرخش کره زمین در آن زمان‌ها همان اندازه می‌بود که امروز است، آن گرفت‌ها نمی‌توانستند در ناحیه‌هایی که گفته شده روی دهند. امروز می‌دانیم که هر 100 سال 2000 ثانیه بر درازای میانگین شبانه روز افزوده می شود. 65 میلیون سال پیش که دیناسورها نابود شدند، شبانه روز 23 ساعت و 30 دقیقه بود و سال 371 روز داشت. 1 میلیارد سال پیش شبانه روز 19 ساعت بوده است. این بیشتر شدن درازای شبانه روز زایده نیرویی است که کره ماه بر زمین وارد می کند و کشندها، جزرومد را به وجود می آورد. کشندها سرعت چرخش زمین را کاهش می دهند. در یکی از گفتارهای پیش در این باره سخن گفتم. علاقه‌مندان می توانند به ویدیوهای آن برگردند. پس چون درازای شبانه روز همیشه یکسان نیست، اخترشناسان در سال 1952 تعریف تازه‌ای از ثانیه به دست دادند که به چرخش زمین بستگی نداشت. به دوره گردش آن به گرد خورشید، یعنی سال حورگردی تروپیکال، وابسته بود. ثانیه عبارت است از کسری از سال حورگردی که با تقسیم عدد 1 بر 31,556,925 ممیز 9747 به دست می آید که در واقع همون کسر 1 تقسیم بر 86400 است. اخترشناسان پی بردند که افسون بر کند شدن چرخش کره زمین که تغییری است یک نواخت و درازاهنگ و پیشبینی پذیر، چرخش کره زمین دستخوش گونه دیگری تغییر است که نظم ندارد. به سخنی دیگر، زمین به گونه پیش بینی ناپذیر گاهی تندتر میچرخد و گاهی کندتر، و برای چند روز یا چند ماه شبانه روز چند هزارم ثانیه کوتاهتر یا بلندتر میشود. این پدیده چند علت دارد که مهمترین آنها حرکت توده های ماده در درون زمین و در درون جو زمین است. مرکز زمین از آهن جامد درست شده، ولی دور آن را ماده گداخته مایعی گرفته که بسیار داغ است و در آشوب. حرکت این حجم مایع نابسامان است و گاهی مقدار مهمی از آن به سوی مرکز فرو می افتد که بر چرخش زمین اثر می گذارد. این همان پدیده است که در حرکت کسی که روی یخ پتیناژ می کند می بینید. وقتی هنگام چرخش دستهایش را به خود می چسباند، سرعتش بیشتر می شود. اگر دستهایش را باز کند، سرعتش کمتر می شود. همچنین اگر در زمستان در پهنه فراخی از یک نیمکره زمین برف بسیار ببارد، توده مهمی از ماده‌ای که در جو بوده پایین می آید و بر زمین می نشیند. این حرکت بر سرعت چرخش زمین می افزاید. مانند این است که زمین دستهایش را جمع می کند.
از اینها گذشته حرکت شدید جریان‌های ژرف‌های اقیانوس‌ها و حرکت توده‌های بالای جو اگر در جهت چرخش زمین باشند سرعت چرخش را افزایش می‌دهند. همچنین طوفان‌های خورشیدی ذره‌های باردار به زمین می‌فرستند. وقتی این ذره‌ها با سرعت بسیار با میدان مغناطیسی زمین برخورد می‌کنند سرعت چرخش زمین را اندکی تغییر می‌دهند. همچنین می‌توان از زمین لرزه‌های شدید و برافروختن آتشفشان‌ها یاد کرد. البته این تغییرها را نمی‌توانیم احساس کنیم چون در مقیاس چند هزارم ثانیه هستند. با این حال بسیار مهمند برای زندگی امروزی ما در ارتباطات هوایی، هواپیمایی، کاربرد جی پی اس، فضانوردی و دیگرها. این را هم بگویم که بر اثر این پدیده ها جهت محور کره زمین هم دستخوش تغییرهای بسیار کوچک است. این هم برای تعیین پرسون زمان اهمیت بسیار دارد. پس چرخش زمین به سبب بی‌نظمی‌اش وسیله رضایت بخشی برای تعیین واحد زمان نیست. از این رو اخترفیزیکدانان تصمیم گرفتند که زمان را با ساعت‌های اتمی تعریف کنند. چون ساعت اتمی میتواند میلیون ها سال بی تغییر بماند. اندازه ثانیه را همان اندازه ثانیه اختر شناختی نگاه داشتند ولی تعریف تازه‌ای به ثانیه دادند. همکنون ثانیه با دوره تابش ویژه‌ای از اتم سزیوم 133 تعریف می شود که زایده گذر الکترون از یک تراز انرژی ویژه اتم سزیوم 133 به تراز ویژه دیگری است. ثانیه عبارت است از زمانی 9 میلیارد و 192 میلیون و 631770 برابر 770 هزار برابر دوره این تابش اتم سزیوم 133. ساعت اتمی سزیوم هر 300 میلیون سال یک ثانیه پس و پیش می شود. گفتم که به تازگی ساعت‌های اتمی ساخته شدند که هر چند میلیارد سال یک ثانیه اشتباه می‌کنند. به ساعت سزیوم برگردیم. زمانی را که با ساعت‌های اتمی سزیوم تعیین می‌شود، Universal Time Coordinate (UTC) زمان جهانی هم‌آراسته می‌نامند. پس از سال 1972 به بعد ثانیه با ساعت اتمی سزیوم تعیین می‌شود. ولی ساعت اتمی باید با چرخش زمین همگام باشد. چرخش زمین را نمیتوان کاری کرد ولی ساعت اتمی را میتوان پس پیش کرد. بنابراین باید همیشه زمان اتمی را با زمان اخترشناختی مقایسه کرد. تفاوت میان آنها نباید هرگز از 0.9 ثانیه بیشتر شود. هر وقت که زمان اخترشناختی عقب میافتد باید یک ثانیه به زمان اتمی افزود که همان عقب کشیدن آن است. همکنون 400 ساعت اتمی سزیوم در چند کشور پیشرفته وجود دارند که 25 تا از آنها در فرانسه هستند. همه این ساعت‌ها گذر زمان اتمی را مینپاهند. فرانسه یکی از مهمترین مرکزهای کنترل زمان در جهان است و مسئولیت تصمیم درباره افزودن ثانیه اندرهلی یا کبیسه با بخشی است در نباشگاه پاریس. این افزایش ثانیه هر سال انجام نمی‌گیرد چنان که گفتم گاهی سرعت چرخش زمین افزایش می‌یابد. از سال 1972 تا کنون 27 ثانیه اندرهلی به زمان اتمی افزوده شدند که آخرین آنها پیش از دسامبر 2016 در 30 ژوئن 2015 بود. البته باید دانست که این افزودن یک ثانیه یک بار انجام نمی گیرد چون رایانگرها و دستگاه‌های الکترونیک حساس آن را تحمل نمی کنند. از این رو چند ثانیه واپسین هر یک کمی طولانی تر می شوند. برای نمونه گوگل برنامه ای دارد که در واپسین ثانیه ها 1000 میلی ثانیه به زمان می افزاید. ثانیه اندرهلی یا کبیسه مخالفان خود را دارد و برخی سازمان های آمریکایی درخواست رها کردن آن را کردند ولی این درخواست ها تا کنون پذیرفته نشدند.
اگر این ثانیه ها افسوده نشوند، رفته رفته ساعت خورشیدی رابطه خود را با ساعت اتمی از دست می دهد و مثلا نیمه شب به ساعت 10 صبح خواهد افتاد. گرچه صدها سال طول می کشد تا مردم تفاوت میان این دو زمان را احساس کنند، راجمن های فضانوردی و ماهواره ها به همخوانی زمان اتمی با جای خورشید و ماه و ستارگان بستگی دارند. پیش از آن که سخن را به پایان برسانم، این را هم بگویم که اگر این ثانیه ها افسوده نشوند و اختلاف مثلا به 1 دقیقه برسد، تصحیح کردن آن تقریبا ناممکن می شود، زیرا دستگاه های الکترونیک حساس و راجمان های ارتباطات آن را تحمل نمی کنند.